به نام خداوند جان و خرد. رادیو مهر تقدیم می کند برنامه ای که در آن می شنوید صدای بارش باران بهار و احساس می کند بوی نمی خاک را. کاشانه ای مهر. کاشانه ای مهر، جایی که در آن روح تازه می شود و زندگی با همین فراز و نشیبش جریان دارد. همراه ما باشد تا بروی زندگی لبخند بزنیم. السلام علیکم شنوندگان عزیز رادیو مهر، سیده عبدالله زاده هستم با برنامه کاشانه مهر، در کنار شما خواهیم بود. کس در نیامد است بدین خوبی از دری، دیگر نیاورد چتو فرزندی مادری. بله، برای هر کدام از پدر مادران فرزندانشان ممتاز و بهترین هستند. گاهی ما پدر مادرها با شوق و ذوق برای بچه ها بازیچه های رنگ و رنگ، موشینچه، لختک و بازی های گوناگون می خریم و وقتی ذوق کردن و خوشحالی بچه هایمان را می بینیم هم ذوق می کنیم و از خوشحالیشان خوشحال می شویم. ولی بعضی وقتها که می بینیم بازیچه هایی که ما با شوق و ذوق زیاد برایشان خریدیم ویرون می کنند یا می شکنند، ممکن است کمی ناراحتی کنیم و عصبانی شویم. آیا می دانید چرا بچه ها بازیچه هایشان را ویرون می کنند و می شکنند؟ ما در این موضوع بررسی و تحقیق کردیم. بچه ها چرا بازیچه هایشان را می شکنند؟ یکی از دلیل هایش حس کنجکاوی کودکان است. وی بازیچه‌اش را ویران می کند برای اینکه می خواهد بداند درونش چی هست و از چی ساخته شده است. و دلیل دیگر اینکه کودک پرخاشگر بازیهایش را می شکند تا شاید به آرامش برسد. به عنوان دلیل سوم می تواند این باشد که کودک بیش فعال هم از بازی کردن بازی چش زود خسته می شود و بنابراین به ویران کردن و شکستن بازی چه می پردازد. چون با این کار احساس لذت بیشتری می کند. جلب توجه و حسادت هم می تواند دلیل دیگری این کاری کودکان باشد. همراهان عزیز، این سه نکته از دیدگاه روانشناسی است و البته دلیل های دیگر هم می تواند داشته باشد که در برنامه های بعدی نیز به آنها اشاره خواهیم کرد. پدران و مادران عزیز، همیشه مراقب میوه های زندگیتان فرزندان عزیزتان باشید و برایشان دعای خیر کنید تا عاقبت به خیر شوند. خدایا، بجز خودت به دیگری واگذارش مکن. توی پروردگار او،
پس قرار ده بی‌نیازی در نفسش، یقین در دلش، اخلاص در کردارش، روشنی در دیده اش، بصیرت در قلبش و روزی پربرکت در زندگیش. آمین. همینجا شما را به خداوند بزرگ می سپاریم تا یک برنامه دیگر. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.